آیا برایشان راحت تر نبود مردم را منحل کنند و مردم دیگری را انتخاب کنند؟ مردم منحل شده آنهایی هستند که به فجایع عادت کردند، همان مردمی که شاهد اعدام ها و سرکوب ها از نخستین روزهای روی کار آمدن این حکومت تبهکار بودند و واکنش های درخور و بسنده نشان ندادند و همین باعث شد که فجایع در سالها و دهه های پس از آن تکرار و تشدید شود. چرا این فجایع تشدید و بیشتر شد؟ امروز شاهد این هستیم که با وجود امکان اطلاع رسانی بیشتر و بهتر، با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و با اینکه مردم خیلی راحت‌تر می‌توانند فجایع را ببینند، اما همچنان شاهد واکنش‌های درست و بسنده نیستیم. امروز می‌دانیم که آقای دکتر احمد رضا جلالی در یک قدمی طناب دار قرار دارد. دیروز برای نوید افکاری، کمی پیشتر از آن برای زانیار، لقمان، شهرام، سحر و نداها سوگواری کردیم. گاه یادمان می افتد بهتر است به جای سوگواری کنش درخور توجهی انجام دهیم تا دوباره سوگوار عزیز دیگری نشویم. برای مثال تابستان امسال همدل و همصدا شدیم و احکام ناعادلانه اعدام برای 3 جوان آزادی خواه که در قیام آبان 98 شرکت کرده بودند را متوقف کردیم. پس چرا این همدلی همیشگی نیست؟ امروز می‌دانیم که تعدادی از کنشگران سیاسی، آنها که برای اخذ مطالبات مردمشان جنگیدند و به جرم عشق ورزیدن به سرزمین و مردمشان محکوم به تحمل حبس شدند، علاوه بر تحمل حبس، شکنجه‌های دیگری مثل سلول انفرادی، بستن دستبند و پابندهای تیز و برنده و آزاردهنده، زدن چشمبند و پوشش اجباری لباس تحقیرآمیز زندان و گشودن پرونده جدید علیه زندانیان سیاسی که در حال سپری کردن مدت حبس خود هستند متحمل می شوند. به علت تشدید فشار علیه فعالین سیاسی، همچنین بدرفتاری ها و شکنجه هایی که نقض فاحش حقوق بشر، آسیب به کرامت انسانی و در موارد بسیار حتی نقض قوانین سیستم موجود است را به جان خریدند. اما همچنان امروز شاهد ظلم های دیگری نسبت به کودکان کار، کپرنشینان بلوچ، کولبران کرد، کارگران و دانشجویان، زنان و تقریبا تمام اقشار جامعه هستیم. به واقع که ما واکنشی درخور به این حجم از ظلم نشان نداده ایم. البته عده‌ای از مردم عمر و جان خود را صرف مبارزه با این دستگاه دیکتاتوری کردند، اما شوربختانه تنها ماندند. پس نتیجه میگیریم که در اکثر مواقع به جای اینکه حکومت منتخب مردم باشد، مردم منتخب ستمگران و سرکوبگران بودند و این دقیقاً انگیزه نگارش این متن بوده است. نگارنده خود یکی از جوانان میهن دوست است که از هم میهنانش خواهشی دارد. به واقع شرط انسان بودن این است که در زمین دیکتاتور بازی نکنیم، یعنی آنچه آنها میخواهند نباشیم. امروز آنها وقیحانه میگویند هر کس مخالف شرایط موجود در جمهوری اسلامی است میتواند ایران را ترک کند. ما باید با ایستادگی آزادی خواهانه خود آنها را از رسیدن به اهداف شومشان باز داریم. فضای باز سیاسی یکی از ملزومات دموکراسی است. پس آنگاه که حکومت برای هر فعال سیاسی با هر گرایش فکری، حتی آنان که عقاید متفاوت با ما دارند، احکامی ظالمانه صادر می کند، باید همه همدل و همصدا شده و بر علیه سرکوب سیستماتیک آنها بایستیم. زیرا که هیچ چیز به اندازه همزیستی و فراتر از اینها، پشتیبانی از آنانی که شبیه ما نیستند روح حقیقی آزادی را نشان نمی دهد. جانم را و حتی جان عزیزتر آزادیم را می دهم تا تو که مخالف من هستی بتوانی آزادانه اظهار نظر کنی. پس همصدا و همدل با اعدام ها و سرکوب ها مخالفت می کنیم و به پا می خیزیم تا شکنجه و شکنجهگر را به تاریخ بسپاریم و کشورمان را از دست حکومت تبهکار باز پس بگیریم. باور دارم با همین دست های خالی رؤیاهای خود را محقق خواهیم ساخت. رضا محمد حسینی، 14 آذر ماه 1399، زندان رجایی شهر، کرج.